ای روزا در کابل و هرات تظاهرات بود و است در مقابل سفارت و کنسولگری ایران دلایل وجود داره که ای تظاهرات باید می بود اما در طول ماها و سالها نبود و دلیل وجود داره که امروز چرا ای تظاهرات هستند آیا یک رابطه از بین جنگ یوکرین و روس و تظاهرات ضد ایرانی در افغانستان بدون شک ما برای شما ای را تشریح میکنم اگر ما این نقاط نفهمیم ما منعیس یک مردم نمیفهمیم که چی کنیم متاسفانه رهبرای ما خودشان این مسائل نمیفهمند دگه ای که از ترس از که اون نفر کار نشه اون نفر کار نشه صدای نمی نمیکشن دگه ای که اکتیاد زیاد رهبرای ما به خصوص در 43 سال و از همه مهمتر در 20 سال از او پیسه گرفتن از او از او بسیار بدنام شدن از شرم روی ندارن که بیان گپ بزنن امیر ما بر شما بسیار خوب یک تشریح میکنم و بسیار ضرور است که شما بفهمین نمیره ایرانی ها یا حکومت ایران در جنگی که بین یوکرین و روس شد از روس ها پشتیبانی کردن هم سوریه، سیر هم ایران هم نورت کوریا یک تیاد کشور و یا باید کردن میکردند خاطر از که روس ها بر از بسیار پشتیبانی داده بود در طول همی سال ها اگر روس نمی بود ایران و سوریه و دگه و دگه وقت قرد شده بودن بنان اینا یک وظیفه داشتن که روسا را تقبیه نکنند در دفعه در مرحله اول عملیشان را به یوکرین و به یک ترتیب پشتیبانی کنند از حرکت پوتین در یوکرین شما برتان بگویم که ما در زندگیم در می سی و چند سال که ما در امریکا بودیم ما هیچ وقت ندیدیم که حکومت امریکا و میدیای امریکا یک قدر حساسیت نشان داده باشند در یک مسئله مثل ازی که در جه عملی روس بر یوکرین نشان داده باشند یعنی در امریکا قدغن است امی هر کلمه که تو بر علیه بزنی یا به بناف... نفع یا به پوتین بزنی از امی گلونت باید گرفته شود اصلا در میدیای امریکا ما کمترین نظر مخالف جنگ یوکرین و روسیه را دیدم یعنی تقبیه عملی روسیه 99 فیصد میدیای ما را تشکیل میداد و ای بسیار به شدت کنترل میشد دیج تنانه که در کل دنیا ای کار صورت گرفت مانای شیست که امریکایا دیگه که یک کس بیایه از پوتین و روسیه امروز دفاع کنه بسیار اساسیت نشان میتن و ای که ایران آمد و از پوتین و جنگ روسیه حمایت کرد که حمایت زیادتر در عرصه گپ می باشه در عرصه عمل نمی باشه اینا باید که یک سلی ما بخورن یا اگر شوه که یک چند لغت دمیقات پای خود بخوره آخوندهای ایران که چطور ای کار کردن طرق مختلف است طرق مختلف است که شبکه های استفاده میکنه برای از که ایران در اینجا یک جزا بتن سلیکاری کنن یکی از اطراق است که مردم یک مملکت امسایه را برالای از یا بخیزنه و اونا را در جامعه جهانی بدنام کنه در این زمان اگر لازم ببینن یک جنگ سرحدی و حتی جنگ بین دو مملکت در دا اینجا دامن بزنن تا که ایران که آنوزان با همه تحریم های اقتصادی زنده مانده نفس میکشه از وان کرده هم وزش خراب شود و او بسیار آسانه هیچ همسایه ایران اقدر ساده نیست مثل من افغان که دیگه شبکه های جاسی اصلا برای ما لازم نیست که پیسه تک که ما یک کار برشان کنیم با یک اشاره چشم این میاوان میتونی بخیزنی و در دو سه هفته یک بمباردومان از ویدیوهای جنایات ایرانی ها در مقابل افغان های مهاجر در انترنت را یافت ما هیچ وقت با ما همیشه رایی میشم ما از این آگاه هستم که افغان های بیچاره ما در ایران چقدر شکنجه میشن البته ایره کم بهتر تشریح میکنم که چرا اما برای ما دوستای شخصیم دو سه ماه پیش گفتن که خوارزاده و آقای ایار در بلوچستان ایران اختطاف کردن بازی ها قصه کردن که بخصوص در بخش بلوچستان ایران یکی ها در بلوچ ها که میره یا فکر میکنن که یا کلشان در بیرو خیش داره پیسه دارن یا را میگیرن میره, میره باین اختطاف میکنن می دزدن بازی در یک جای قید میکنه فیلم شکنجه شان میگیره دیگه فیلم های رابطه جنسی دیگه دیگه رایی میکنه میگه رایی کو با فامیلت که اگنه میجه میکشه متا بازی بیچاره و عکس ها ویدیو ها را که رایی میکنه که در چی شکنجه است فامیلش اگه شو که خود بفروشه زن خود بفروشه دختر خود یک کار میکنه که اگه شو یک دور پیا کنه که اولاد خود خلاص کنه همی دوست من خوارزادهش بود و یا به بیادر خود امریکا عذر کردند که اینی بچه ما انده اینی آله. بچه شانزه ساله اینا از 5000 هزار دلار رایی کردن که او بچه را از گیر بلوچ ایران نجات بتن ای چیزی که اتفاق میفته در این ما میتانه محکوم کنه حکومت ایرانه اما یک اندازه این نیست که ما هر کاری که شد حکومت خود ببخشیم حکومت های کشور های همسایه را محکوم کنیم این کارا در ایران از ماها و سالها ادامه داره حکومت ایران هم در این و چشم پت میبینه یه همه جنایات مردم ایران هم تا حدود با اگ نفرت بمی اعمال ما افغان ها میبینه و با معاجرت های ما در این شک نیست اما یکی که ما وسیله دست دگران بشیم میشیم در باید توجه کنیم ما در طول همه قصال در مقابل ایران خاموش بدیم یک مظاهره کیجا یک مظاهره کجا اما دفتن این نمی بمباردمان از ویدیوها و صدها ویدیو یک جایی برآمد که باعث خشم به اندازه مردم در افغانستان شد سعی کنین در کابل تظاهرات با سعی کنین اینی در هرات قنسلگری هرات و سعی کنین که دروازه قنسلگری را آتش زدن. یعنی ما دلم به این نمی سوزه که ما چرا سفارت ایران سنگ باران کردیم یا دروازه ش آتش زدیم این مسئله بخی دیگه است ای دیگه است اما ما می که ما برای آن چه با ما مربوط است بجنگیم. جنگیم وسیله دست شبکه های جاسوسی نشیم برای منافع دیگرا کار نکنیم برای منافع دیگرا استفاده نشیم 43 سال است که دو سه میلیون نفر ما قربانی شد از او ما چی به دست آوردیم کل فایده کرده جنگ افغانستان اما افغان بیچاره دو میلیون نفر کشته چهار پنج ده میلیون نفر مهاجر به خانمان در وطن خود نان نداریم او نداریم انوز هم شبکه های وقتی که میخواین که ایران پنش کنند سیلی باران بکنن او رو سر کی میکنن؟ سر افغان غول ساده ما که بیا که این در ایران اینا شکنجه میکنن آیا نمیکنن؟ بله میکنن اما ای را ما بر شما تشریح میکنم منتا سعی که هموطن عزیزم در دنیا تا زمانی که ما قضایه را عادلانه نبینیم منصفانه نبینیم هیچ وقت یک نتیجه گیری مثبت کردن نمیتونیم برای یک لحظه افغان نباش ما این ویدیوها را از سال هاست که دیدیم ما قلب شکسته دارم از دیدن از ویدیوها اتو نیست که ما بگوییم بلادا پس افغانای ما نه نه, نه. اتو نیست اما ما این رو میگم که باز همین امیالی ما شما را سوی استفاده میکنن سایکو هموطن از این برای یک لحظه بر که منصفانه به قضیه ببینیم بر یک لحظه ایرانی باش افغان نباش فکر کن که تو پلیس سرحدی ایران استی سایکو که یک حجوم از افغانای مهاجر است کمی دشت پرسته آمده میرن و تو وظیفه داری من ایس یک ایرانی که از وطن دفاع کنی از سرحدت یه وظیفه شه اینال تو بگو چی میکنی تو در سرحد استاده هستی سعی کنین برگردین برگردین کی نبگم برگردین باش صبح کن اینی بچه های جوان ایران است که پلیس هستند پلیس سرعدی و اینا ببینن دو طرف دیگر یک هجوم از افغان های مهاجره یک دقیقه خمیر سعی کنین به دقت خوب سعی شما دو دور دو دور ببینن که داشت از افغان پره اتو یکی دوتا نیست داشت از افغان پره که در ایران همه تو حجوم آورده <تصفق> اینا هوایی فایر میکنند در زمین فایر نمیکنند اونجا که ببینن یک نفر نمفته اما اینا از جان خودم میترسن که اونو یک گروپ کلان در طرف ازی میایه و به ادامه از و ویدیو خوب توجه کنین تیر نزنیم یک هزار دو هزار پنج هزار نفر وار دویده میره اینا فایر میکنه اصلا توجه نمیکنن اما تا دویده میرن سای کنین نزن گاز بزن گاز گاز بزن فایر میکنن یعنی جان خود از یام در خطره اوایی فایر میکنن و ما اوجه گوش کنین اون نفر که رئیس شانس میگه نزنین 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 تنها او مرمیای گاز پرتاب کنن. نزد. گاز بذار گاز. این حالا میره تو بگو. تو فکر کن که تو افغانستی پلیس افغانستی دسره افغانستان ایرانی ها را کمی میآید. و مملکت تامپور روز پنج هزار افغان بدون ویزا میآید و دو نموج پیسام نداره دنیمی کوچه آگاد میشه. مردمی که 43 سال در جنگ بوده کلش گرس نست یعنی از نقطه نظر فرنگی 43 سال جنگ سرش گرس نست مغزش گرس نست قلبش گرس نست شکمش گرس نست و میان پایش گرس نست اینا که در این مملکت ها باعث ایجاد مشکلات میشن آیا امی ایرانی ها حق دارن که از این مملکت خود دفاع کنن یا ای که ایران بسپارن به مهاجر غول مثل ما که در وطن خود در مقابل حکومت خود هیچ چیز نمی کنیم سی سد و پلیس و قماندان ما در دا دامن 10000 طالب کثیف سقوط کرد حکومت ما مردم می زنه می کشه گشنه میلیون نفر گشنه در مقابل حکومت خود نمی خیزیم اما سعی این افغان ما در ایراد تظاهرات داره ببینن بی چی میگه ایران ما اون همسایه گفتیم دوست خوندیم برادر خوندیم او امروز میگیره برادر خورد ما برادر ما میگیره شکنجه میده ما چه کار کردیم دوزی کردیم نکردیم قتل کردیم نکردیم میگه ما ایران همسایه گفتیم برادر گفتیم حالا میگیره برادر ما در ایران شکنجه میشه زدم میشه کشته میشه ما به شما چی کردیم ما قتل کردیم چی کردیم دوزی کردیم هر چیز کردیم اینمی که تو میری در مملکت دیگه روز پنج هزار نفر از این که دیگه چی میخوای بکنی؟ چرا اینا میره روی تا دعو نمیتی طرف حکومت خود؟ تو برو روز پنج هزار نفر از, از ایراد برو کابل بیبی بی حکومت افغانستان برای چی میکنه؟ بیبی بی مردم کابل برای چی میکنه؟ در مملکت خود چرا نمیکنی؟ سعی کنین دوست دیگه ما را کجا حقوق <applause> باشد؟ کی وقوع باشه که با سلمان بزن کن، وطن ما یعنی اینا را ما ملامت نمیکنم ای بیچاره دلشان درد میکنه که کجا حقوق بشر، کجا چطور اما سعی که ام وطن عزیزم ما از خودی یک حکومت داریم نداریم طالب گنده پیش از او کارزای کثیف پیش از او غنی کسیف خائن وطن فروش بود همین شما برشان رای ندادین. الله دموجه چرا نخستین در مقابلش؟ پیش از اون کارزای خائن وطن فروش شما چرا نخستین؟ بیست, بیست سال یکی 20 سال هم دیگه چهل سال ما خیانت با وطن خود کردیم، با آمریکا نوکری کردیم، با انگلیس، با روس، با کل دنیا نوکری کردیم. چرا نساختیم برای خود حکومت؟ چرا امیال برای خود حکومت نمیسازیم؟ چرا دست خود به هم نمیتیم؟ چرا جنگ‌های قومی را خاتمه نمیتیم؟ چرا در کنار هم استاد نمیشیم؟ تا که ما بتانیم در مملکت خود سل بیاریم دنیا ما دنیا را ملامت نمیتانیم کسی را که مادر شیر نتا دایه خود دوزده نمیتانه تو نمیتانی که دایه تا دشنام بتی که چرا با ما شیر نمیتی مادر تا بگو که برات شیر بته یا زن همسایه را چطور که بیا ما شیر بته در حالی که مادرت برای تو شیر از مادر توقع نداری در سینه دایه چسبیدی بله ایران هم منعیس یک کشور همسایه باید در نظر داشته داشت باشه شرایط سخت و رقتبار مردم افغانستانه اما وام یک اندازه داره چقدر؟ چقدر باید؟ اینه میمه رئیس جمهور ایران باشم امیمه برای شما چی کنم که شما مردم افغانستان خوش باشین اینا ما همیشه فیایار رئیس جمهور ایران امی برای شما 20, 25 30 میلیون افغانی که 43 سال هم در جنگ بودن که بیاین در ایجه سر دختر تجاوز میکنین، سر بچه تجاوز میکنین کار یاد ندارین، درس یاد ندارین شما قار که در ایران با ما چرا احترام نمیکنن؟ با ایسی کی در ایران میری؟ اول با ایسی یک آدمه که قانونی نیستی بدون رعایت قانون در مملکت مردم اونو اونجا ماندم که یک حجوم میبریم بعد از او با کی میری؟ باعث استاد دانشگاه میری؟ باعث عالم میری؟ باعث انجینیر و دکتر میری؟ نه، باعث بچه جوانه که نه مکتب خوندی نه درس خوندی یا،, یا اگر گه خوندیم با درس و مکتب دوج کار این اینال دوچه که میری؟ تو سر شانه مردم بار میشی که اونا دمی چهل سه سال زیر تاریما اقتصادی غرب تکه تکه هستن. چرا ما مشکل خود بخوایم که رئیس جمهور ایران یا مردم ایران حل کنه بدون شک ای بدبختی که امروز است که سر جوانهای ما در ایران میه حکومت ایران هم باید یک نقش بهتر بازی کنه مردم ایران هم باید در نظر داشته باشند که مردم افغانستان اونا ما قدر انسان هستند که خودشان هستند ما از تحقیر و توهین اونا ما قدر درد می کشیم که شما میکشین اونمو بیدل میگه که امتیاز وضع بیدل در لباس افتیده است ورنه یکسان از خون در پیکر تاووس زاق تو تاووس ایرانی مقبول زیبا من سیاچهره زاق اما اگر اینمی پست پس کنی در زیر از جلد زیبای تو و جلد سیاه ما یک خون یک گوشت یک قلب یک احساس نفته است تو هم باید را مد نظر بگیری حکومت ایران نمیتانه که بلوچه را اجازه بده که جوان های افغان بگیره تجاوز جنسی کنه ما این میجه در کمپیوتر خود دارم ده ها دانه که بچه های افغان میگیرن تجاوز جنسی میکنه باز ویدیوش هم میگیره به فامیلش رایی میکنه شکنجه میکنه کت کارت پاره میکنه ده ها و ها تا من نمیتانم در بمانم ما از حکومت ایران ها میره میخواییم که بازم با وجود همه مشکلاتی که ما برشان ایجاد میکنیم با وجود همه بار دوشه که ما بر روی شانه های ضعیف شما سمیره ما درک میکنیم می میخواییم اما با وجود از یه هم فراموش نکنین که یک وظیفه انسانی دارین اسلامی شای اوسو او می میمانیم اسلام برای ما هیچ وقت کار نداده انسانی یک وظیفه انسانی دارین از که از زیادتر شما هم در یک قسمت به توجهی نکنین و ما از مردم خود میخوایم که شما بازیچه های جاسوسی نشین ما شما را میخوایم که ایران در جنگ پرتن ما شما را باز هم سوی استفاده میکنن از بس که ما را بازی دادن حالا تا پیسه مصرف سر ما نمیکنه شبکهای جاسی که ما را در جنگ پرتن میگه یا خو غوله برو یک دو تا ویدیو میکشیم ببینید دیگه باز که چی رقمی احساساتی میشه این می اوغانا که شما خستین در مقابل سفارت ایران مظاهره میکنین ایران میتونین سلاموز آمیز بکنین یک کار خوبه در کل جهان هم میتونیم بکنیم اما اگر در مقابل سفارت ایران یک دفعه مظاهره میکنین در مقابل سفارت افغانستان روز صد دفعه باید مظاهره کنین اصل بدبختی ما از اونمو حکومتی که به نام اسلامی است پیش از اون مو کسیف به نام غنی پیش از اون کسیف به نام کرزی و تمام کلانای ما هزارای که خائن بود تاجکای که خائن بود ازبکای که خائن بود کل اون کلانای ما که نفرای یک جایی که کرزای و غنی و طالبه وطن ما را فروختن و ایران کردن هیچ فکر به حال ملت هیچ فکر به حال فردای مملکت ما نکدن به وطن عزیزم به قضیه ادقل کسایتان که اوشار هستین استاد شین مردم تعلیم بتین تدریس کنین مدرس باشین که مردم به یک جهت خوب ببریم در واقع ای تظاهرات که امروز در کابل به خاطر اموطنای جوان ما نیست که در ایران تا امرایشان بد رفتاری میشه در واقع به خاطر عزیز که حکومت ایران از روسیه پشتیبانی کرده در جنگ اوکراین و های جاسوسی میخواهد سر ما سر گردن ما سر خون جوان ما ایران یک سیلی کنه نشود دیگه وسیله دست ام وطن عزیزم اگه دیگه هیچ چیز نمیتنی این شریک کو اینجا سایکو شفی یار شو ده اینجا ما رفیق شو فیسبوک ماست شفی ایار شو دی ای لایک کو و فالو کو. فیسبوک ما همیشه لایک و هر دفعه که برنامه می ده غیر از باز فیسبوک آیستا آیستا تو را پس میکنه بر تو نمی نمیکنه فکر میکنه که تو نمیخوای همیشه که برنامه ما دی لایک کو و دفعه اول لایک و فالو کو که برنامه ایم بر تو بیای وقتی که ما مندازم پیش تو بیای تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپ